سلام عرض شد جناب آقای. سلام علیکم، احوال شما خوبه؟ وقتتون بخیر. خوبه نشین. من سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که ملاقات میکنن این برنامه رو و فکر میکنم دوستانی که منتظر بودن که صفحه انجمن حقوقشناسی امروز ما رو تماشا کنند متوجه این موضوع شدن که در واقع صفحه ما جناب آقای بلاک شد. حالا علتش رو نمیدونیم و از دوستانی هم که در میتونی تجاهل کنی. بله از دوستانی که در این در واقع موضوع سررشته دارن تقاضا داریم اگر نکته ای رو میدونن برای ما ارسال کنن در همون دایرکت انجمن حقوق شناسی. ما اونجا اطلاع رسانی کردیم که از این صفحه برگزار میشه. خب خوشبختانه در صفحه شما هم که مشکلی موجود نیست. در هر صورت این فیلم ضبط میشه و هم از طریق کانال تلگرام انجمن حقوق شناسی و هم از طریق خود اینستاگرام به صورت آی جی تی وی منتشر خواهد شد. امیدواریم که برای برنامه فردا این مشکل حل بشود. در هر صورت امروز طبق قول قبلی در خدمت جناب آقای عمادالدین باقی هستیم، رئیس انجمن حمایت از زندانیان، پژوهشگر دین و حقوق بشر، با موضوع بررسی امکان لغو اعدام و قصاص در شریعت و قوانین ایران. دوستان عزیز اگر پرسشی این بحث مطرح میشه براتون اون رو از طریق همون دایرکت انجمن حقوق شناسی لطفاً برای بنده ارسال کنید که من دسترسی دارم و اون پرسش ها رو انشاءالله در انتهای بحث خدمت جناب آقای باقی مطرح کنم. در خدمتتون هستیم. خدمت از ماست. خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بنده عزیزان بیننده و شنونده. پیش از شروع این نکترم تذکر بدم که انجمن دفاع از حقوق زندانیان چند ساله که بعد از بقای 88 پروم شده و به طور رسمی فعالیت نداره. غیر رسمی همون دوستان فعالیت های حقوقیشون رو در مورد زندانی ها دارن انجام میده. به نام آفریننده جانها بحثمون رو آغاز میکنیم. البته ترجیح من معمولا گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هست که دوستان بتوانند سخنانی که ایراد میشه نقدشون رو مطرح بکنن و سبب رفع اشکال بشن، اما ظاهرا محدودیت های فنی وجود داره و دوستان شیوه کلاسی رو برگزیدن که ابتدا ارائه و سپس هم پرسش و پاسخ هست که فکر میکنم برخلاف مباحث سیاسی برای مباحث علمی شاید این شیوه کارآمدتر هم باشه. موضوعی که مقرر شده در مورد اعدام و قصاص واقف هم که این موضوع چندان موضوع ساده ای نیست، کلاف پیچیده است از مسائل عاطفی، عقلی و حقوقی و با وجودی که امروزه بیش از دو سوم کشورهای جهان مجازات اعدام رو لغو یا متوقف کردن، اما معناش این نیست که در این کشورها هم هیچ مسئله وجود نداره. نظرسنجی‌هایی که در بسیار از این کشورها انجام شده نشان می‌دهد که چالش‌ها در اونجا هم وجود داره و کفه موافقان اعدام چندان هم سبک نیست و در جامعه ما افزون بر هم مسئله مقاومت اجتماعی و فرهنگی که در جوامع دیگه هست یک مشکل مذهبی هم وجود داره، اون هم نص صریح قرآن کریم در مورد قصاص هست. من این موضوع رو از دو منظر جامعه شناختی و فقهی که رشته های تحصیلی و تحقیقی بوده بررسی کردم، چون این دو خیلی پیمند محکمی هم با هم دارن. مباحث جامعه شناختی در مواقعی بزرگترین پشتوانه برای حجت های فقهی قرار می گیرند که یک نمونه شو در همین بحث عرض خواهم کرد و در این زمینه از دو زاویه وارد شدم. یکی تحقیق گسترده است در مورد جامعه شناسی اعدام که این نیاز به یه بازنگری داره، هنوز منتشر نشده. یکی کتابی است به اسم اعدام و قصاص که این در واقع دفاعیات من در دادگاه بود در سال
79 که در مطبوعات منتشر شد، بعدا با مجوز ارشاد چاپ شد. در سال 86 هم دو کتاب بود تحت عنوان حق حیات که یکی در مورد اعدام و قصاص هست و یکی هم در مورد اعدام‌های زیر 18 سال. این دو کتاب به دلیل اینکه مجوز نگرفت در مصر به عربی ترجمه شد، انتشار پیدا کرد صورت کاغذی و به همون بهانه هم فایل پی دی افش انتشار اینترنتی دادیم و البته نسخی هم به صورت کاغذی برای عده از علمای قم، قضات، نمایندگان، مقامات قضایی فرستاده شد. و البته همه بحث‌ها چون هم بحث فقهی هم جامعه شناختی و تخصصی بود و خورند نخبگان بود، من این محتوا رو در قالب داستان هم ریختم و سال گذشته کتاب جان که منتشر شد، کتاب جان در واقع روایت داستانی همین مباحث فقهی و جامعه شناختی هست. طبق قراری که با دکتر طهمورس بزرگ داشتیم قرار شد که من چکیده ای از مباحث این کتاب حق حیات رو بیان بکنم، به خصوص که ویرایش جدیدش آماده شده و ظرف دو سه ماه آینده منتشر خواهد شد. من اگر البته دوستان علاقه من بودن میتونن بعداً برای جزئیات و مستندات بحث به متن کامل کتاب رجوع کنند، چون من فقط اینجا چکیده رو بیان خواهم کرد. حرف آخر رو اول میگم و بعد چکیده بحث. در واقع این کتاب ابتدا قالب تفصیل میان اعدام و قصاص میشه. در مورد اعدام رأی تحقیق بر نفی مطلق مجازات اعدام هست، اما در مورد قصاص ضمن اینکه وجود قصاص محدود و مشروط رو با تأکید و ترجیح به عفو در اسلام نفی نمی‌کنه، بر فلسفه قصاص تأکید می‌ورزه که مهمتر از حق قصاص است و طبق فلسفه حق قصاص می‌شود حکم قصاص رو هم متوقف کرد. نفی مطلق اعدام هم به این دلیل هست که اعدام در غیر از موارد قتل نفس عمدی، اینها جعل حکومت هست و چیزی رو که حکومت جعل کنه خودش هم میتوانه متوقف بکنه، و یا اینکه اساساً فاقد مبنای قرآنی هستند. و نتیجه نهایی پژوهش هم این هست که لغو اعدام و قصاص تعارضی با دین و با قوانین جاری ایران نداره و قابل سازگاری هستند. در این کتاب دو روش برگزیده شده که هر دو روش به یک نتیجه میرسه، یک روش حلی یا بنیانکنیست و یکی هم روش تزییقی یا فرسایشی. روش حلی با توجه به شرایط ایران و کشورهای اسلامی و تجاربی که ما در مورد اونها داریم، هرچند توسل به هر دو شیوه ممکن و مفید هست، اما گریزی جز پیمودن روش تزییقی نداریم، چون روش حلی و بنیانی علارغم پشتوانه‌های مستحکم نظری و تاریخی و سهولت بیشتری که در حل مسئله دارن، در وضعیت کنونی ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی با موانع و مقاومت‌های سیاسی و حکومتی مواجه می‌شون و پیمودن روش تزییقی دشوارتر، در این حال علمی‌تر و عملی‌تر است. حتی در ایران اگر امروز یک حکومت دینی هم وجود نداشت، قطعاً در برابر پیشنهاد لغو مجازات اعدام مقاومت‌های سخت پیش می‌آمد، که حالا این بخش بحث رو من در اون کتاب جامعه شناسی اعدام به تفصیل مورد بحث قرار دادم، و در کشورهای دیگه هم همین طور هست، نه فقط در ایران. آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسیش اشاره داره به اینکه در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن، فشار افکار عمومی برای بازگرداندن این مجازات همچنان وجود داره.
من هم یه خاطری هم از کنم، سالها پیش زمان مرحوم آیت الله شاهرودی، ما به اتفاق جناب حبیب نژادی که از وکلا با یکی از مقامات عالی رتبه قضایی که دخالت مستقیم در این بحث اعدام داشت دیداری داشتیم، من بهشون هم عرض کردم، گفتم ما درسته که معتقد به لغو مطلق اعدامیم، اما به لحاظ جامعه شناختی معتقد نیستیم که الان میشود این کارو کرد، و از همین بود که بایستی در گام اول اعدام‌های زیر 18 سال متوقف بشند، که یک جلد کتاب حق حیات هم اختصاص به همین داره، که در اونجا من 14 قاعده فقهی و حقوقی رو برای ممنوعیت مجازات اعدام زیر 18 سال بیان کردم. همجم یادی بکنم از دوست دانشمند عالی قدرم مرحوم احمد قابل، که وقتی بهشون گفتم میخوام یه همچین تحقیقی انجام بدم، آقای قابل گفتش که به هیچ وجه از منظر فقهی وارد نشو، برای اینکه از فقه چیزی جز همه مجازات اعدام زیر 18 سال در نمیاد. اما وقتی تحقیق من تموم شد و ایشون هم مطالعه کرد، خیلی خوشنود شد و میگفت که یک اجتهادی است و خیلی پسندیده بودیم بحث رو. به اون مقام قضایی عرض کردم که اعدام زیر 18 سال متوقف کردنش وجه شرعی و قانونی داره و تنها کشوری هستیم در دنیا که داریم اجرا میکنیم، که ایشون گفت ما هم زیر 18 سال رو اجرا نمیکنیم. گام دوم هم گفتیم که تعطیل اعدام برای مجازات مواد مخدر هست، که هیچ مبنای شرعی نداره و خوشبختانه در همین سالهای اخیر هم با تلاش‌های از درون قوه قضاییه و از بیرون قانونی در مجلس تصویب شد که تا حد زیادی این مشکل کاهش پیدا کرد، جوری که در سال 2018 که نهادهای حقوق بشری گزارش اعدام در جهان رو میدادن، میگفتن که در این سال آمار جهانی مجازات اعدام به شدت کاهش پیدا کرده، به دلیل اینکه در ایران آمار خیلی پایین اومده، چون یکی از دلایل زیاد بودن اعدام در ایران همین جرائم مواد مخدر بود، که خب این تعدیل شد. گام سوم هم اعدام برای جرائمی است که حدی به شمار اومده ولی مبنای قرآنی محکمی نداره، و واپسین گام هم در مورد قصاص هست، که اونو میشود با روش تزییقی و در نظر گرفتن قیود و شروط متعدد محدود کرد، و هم با روش حلی و اجتهادی نو، یعنی باز تفسیر آیات قصاص که در این تحقیق انجام شده، میشود نشان داد که تعطیل قصاص هم منافاتی با شرع نداره. روش حلی یا بنیانی به چند طریق ممکنه. یکی چنان که برخی از فقها مانند علامه حلی، محقق حلی، مرحوم آیت الله خونساری از متأخرین باور دارند، اساسا اجرای حدود و قصاص از نظر عده از فقها منحصر به عصر حکومت امام معصوم و صرفا در صلاحیت اوست. حدود و قصاص گرچه حکم خداوند هست، اما از نظر شیعیان در روزگار غیبت امام معصوم اجرای اون جایز نیست و فصل خصوماتی از این قبیل باید به خود بشر و مقتضیات زمان و عرف و سطح فهم و درک خود بشر واگذار بشه. گاهی اوقات به طرز شگفت‌انگیزی این اندیشه های مدرن و اندیشه های سنتی به هم نزدیک میشن و همانند میشن. از جمله در همین مورد آلبر کامو در 1957 در رساله تأمل درباره گیوتین در مخالفت با اعدام میگوید که قاضی مجاز نیست در مورد مرگ و زندگی انسان تصمیم بگیره، چون قاضی از گناه مبرا نیست، و میگه که قاضی فرد کامل و معصومی محسوب نمیشه، و اشاره میکنه که در دوره روشنگری قصد داشتن که مجازات مرگ رو به این بهانه که انسان ذاتاً خوب است حذف بکنن، در حالی که این طور نیست و انسان یا بدتر است یا بهتر. و کامو میگه که اتفاقاً درست به همین دلیل که انسان ذاتاً خوب نیست، یعنی هم انسان معصوم نیست و ممکنه گناه کار باشه، به همین دلیل از میان ما انسان‌ها هیچ کس نمیتونه داور مطلق باشه و درباره بدترین گناهکاران هم حکم حسب قطعی صادر بکنه، و این خیلی شبیه میشه به همین روی کرده
فقهای سنتی ما. یعنی اگر ما با منطق عصر روشنگری بگویم انسان ذاتاً خوب است که اعدام اصلا بی‌معنا و بلا موضوع میشه، اگر بگویم انسان ذاتاً خوب نیست، موجودی دو قطبی میان دو بی‌نهایت مثبت و بی‌نهایت منفی و به حکم آیه قرآن فرهمه ها فجوره ها و تقوه ها معجون است از فجور و تقوه، که اینجا به دیدگاه فقهای سنتی نزدیک میشود که میگویند فقط کسی که معصوم هست مجاز است درباره اعدام تصمیم بگیره. دوم روی کرده فقه حکومتی است که برای مثال آیت الله خمینی میگفتند که حکومت شرعی میتواند احکام اولیه و فروع دین رو بنابر مصلحت تعدیل کنه، چه برسه به اجرای احکامی که با وجود منصوص بودن در قرآن در زمره فروع دین به شمار نمیان و خودشون هم مثلا دستور تعدیل حج رو دادن که جزء فروع دین هم هست. روی کرده سوم که استاد عالی قدر ما مرحوم آیت الله منتظری بر این رأی بودن از باب تزاحم بود، از باب تزاحم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، معتقد بودن که اگر در روزگار کنونی اجرای مجازاتی به مشوه شدن سیمای دین بیانجامد تعطیل اون حکم واجب می شود. روکرد چهارم هم این است که کشورها که به معاهدات بین المللی و اعلامی حقوق بشر پیوستند و میثاقین رو امضا کردند از باب ادله قرآنی وجوب وفای به عهد قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی حکومت دارند و باید قوانین داخلی رو مطابق قوانین حقوق بشر تغییر بدن. به هر یک از این چهار تا که عرض کردم به تنهایی برای تعطیل مجازات مرگ کافی است و دیگر نیازی به ورود در دقایق و جزئیات احکام و توجیه و تعدیل و تعویل و اینها وجود نداره و اجرای اصل موضوع رو به کلی منتفی میکنه. که در مورد این چهار روی کردی که عرض کردن تو همین روش حلی مطرح هست، چون تو کتاب اعدام و قصاص به تفصیل بحث شده ازش عبور میکنن، اما بحث این هست که اگر هیچ یک از این راه‌های چهارگانه اختیار نشود چگونه می‌شود بدون تقابل با دین و از منظر درون دینی مجازات مرگ رو تعطیل کرد؟ اینجا وارد روش دوم یعنی روش تزییقی میشیم که نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج در شرع اصل بر اعدام حتی در خصوص مجرم و قاتل عمدی نیست و گریزگاه‌هایی در شعر وجود دارند که اگر به دقت لحاظ بشوند اجرای مجازات مرگ اونقدر محدود میشه که به استثناءات فقط منجر میشه و عملا در مرز فقدان مجازات مرگ قرار میگیره. روش تزییقی که مبنای کاملا درون دینی هم داره و به گفته فقها و مفسرین بیش از 90% احکام اسلام تأییدی هستن، یعنی پیش از اسلام رواج داشتن و این نکته آموزش مهمی در بر دارد و نشان می‌دهد که قوانین هنجارهایی که محصول تجربه بشر بودن می‌توانند از سوی خداوند امضا بشوند و اساساً فلسفه ظهور پیامبران و کتب مقدس هم مطابق نص صریح قرآن فصل خصومات بوده. یعنی هر جا که قوانین بشری کارکرد مثبت و مفید داشتن و قبل از اسلام وجود داشتن اینها ابرام شدن و با این دیدگاه اگر پیامبر اسلام امروز ظهور میکرد آیا بر قوانینی که بیانگر رشد فکری و اخلاقی بشر تا امروز هست صحه نمیگذاشت؟ همونطور که 1400 سال پیش هم مجازات مرگ رایج بود، طبق مذهب یهود و سنت اعراب جانی فقط قصاص میشد، ولی شریعت اسلامی یه گام فراتری برداشت و اون انحصار مجازات رو در قصاص لغو کرد و تأکید بر عفو و دیه رو هم به اون افزود و در همون زمان قوانین دیگری که به سود بشر بودن یا با کرامت انسانی مغایرت داشتن اینها رو با روش تزییقی و تدریجی از بین بردن، مثل مثلا بحث آزادی بردگان که در فقه تحت عنوان فکر رقبه مطرح است. کار برده روش تزییقی یا فرسایشی در بحث مجازات اعدام به این نحو هست که
ما نخست تمامی مواردی رو که در شرع و در قوانین ایران برای مجازات مرگ مقرر گردیده اینها رو احصا میکنیم و بعد به بررسی مستندات و قیود و شروط تک تک اینها میپردازیم. در شرع و قوانین ایران اگر بخوام دستبندی کنیم، مجموعه احکام اعدام در 15 دسته خلاصه میشه. حالا بیش از 80 مورد ما قوانینی داریم که مجازات مرگ رو تجویز کرده، در این 15 دسته خلاصه میشن: 1. قانون مبارزه مواد مخدر، 2. جاسوسی، 3. خیانت به کشور، 4. تکرار شرب خمر، 5. تکرار مساحقه، 6. تکرار تفخیز، 7. تکرار زنا، 8. تکرار قذف، 9. تکرار سرقت. حالا همینجا توضیح هم در پرانتز عرض کنم که این بندهای 4 تا 8 در قانون پیشین مجازات اسلامی وجود داشت، اما در قانون جدید که سال 92 به بعد تصویب شد، این مواردی که مربوط مجازات مرگ برای تکرار این جرائم است حذف شد، فقط در مورد تکرار جرم سرقت حفظ شد. 10. تروریست اقتصادی، 11. زنای به عنف و محارم، 12. لواط، 13. ارتداد و اهانت به مقدسات، 14. محاربه، 15. قتل عمد. انواع مجازات ها هم در هم قوانین ایران، قانون مجازات اسلامی، هم در فقه شیعه شامل حدود، قصاص و تعزیرات است. تعزیرات جرائمی است که در شرع و ادله یعنی قرآن و روایات مجازاتی براش مقرر نشده، کیفیت، میزان، نوع و چگونگی اون به حکومت و به حاکم واگذار شده و مهمترین ملاک در تعزیرات این هست که 1. بدون درد و جرح باشند، 2. مجازات هایی که حاکم وضع می کند باید پایین تر از کمترین حد مجازات تعزیری باشه، یعنی کمترین حد مجازات تعزیری که 40 ضرب شلاق در شرب خمره، در تعزیرات حاکم فقط میتونه پایین تر از این، به خاطر اینکه اونا جرائم حدی هست و شارع به بشر اجازه نداده که به جای خداوند مجازات مقرر کنه، لذا در جرائم تعزیری باید کمترین حد لحاظ بشه، یعنی پایین تر از 40 ضرب شلاق و قید بدون درد بودن. و با کمال شگفتی ما میبینیم که در قانون ایران حکومت اقدام به وضع مجازات اعدام برای جرائمی میکنه که اینا ماهیتا تعزیری هن. یعنی در واقع حکومت به جای خداوند میشینه و برای موارد حدود و قصاص که کاملا در شرع محدود و مشخص شده مجازات وضع میکنه، اما برای فرار از شهر آمدن یک گریزگاه پیدا کردن و در قانون مثلا میگویند در حکم افساد فرض یا در حکم محاربه. مثلا در قانون اخلاق در نظام اقتصادی کشور، چون شارع اجازه نداده که کسی رو به این خاطر اعدام بکنه، قانون گذار اومده گفته که این جرم در حکم افساد فرض است. یعنی چی؟ یعنی این که این افساد فلعرض نیست، محاربه نیست، در حکم محاربه است. این در واقع یک مفری است و به همین دلیل هم هست که قانونگذار از یه طرف اومده به سبک حدود رفتار کرده، از یه طرف اینا رو در تعزیرات قرار داده، در حالی که در تعزیرات اصلا حق ندارن چنین مجازاتی رو وضع بکنن. بند دوم و سوم یعنی بحث جاسوسی و خیانت به کشورم که جعل حکومتش ربطی به شرع نداره، در حقوق عرفی غرب هم سابقه داشته. بند چهارم یعنی شرب خمر در قرآن منصوص هست، اما آوردن اون در مجازات های حدی به استناد روایاتی است که دلالت بر 40 ضرب تازیانه داره، ولی در قرآن مذمت شده اما هیچ مجازاتی برای شرب خمر مقرر نشده، چرا رسد به این که کیفر قتل برای اون مقرر شده باشه. در مورد جرائم دیگه 5 و 6 و 7 و 8 که تکرار مساحقه و تفخیز و زنا و قذف هست، در مورد اینها هم هیچ مبنای قرآنی نداره و
اجمالاً سه دلیل عدم تواتر روایات مورد استناد، دو لزوم احتیاط در دما، و سه حکم کلی قرآنی من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل ارض فکنما قتل الناس جمیعا، مجازات مرگ در تمام موارد تکرار جرم نفی میشه و خلاف قرآن هست. درباره اون چی که در بندای مثلا 4-9 آمده، شیخ طوسی در کتاب الحدود المبسوط و در کتاب السرقه الخلاف و صاحب جواهر و علام هلی به نقل از اکثر فقها میگویند که دلیل بر این کیفرها اجماع فرقه شیعه و اخبار اونها هست، نه دلیل قرآن. بندهای 5-9 بندهایی هستند که نه تنها فاقد دلیل قرآنی هستند، مستند به روایات هستند، حتی روایت خاصی که برای این نوع جرائم به طور مشخص مجازات مشخصی وضع کرده باشه ما نداریم، فقط به روایات کلی استناد میکنند که میگوید مرتکب گناه کبیر در مرتبه 3 و 4 با اجرای حد کشته میشه. بنابراین به طور کلی بندهای 2-9 از مواردی هستند که اصلا در طول تاریخ فقه شیعه محل وقوع نیستند، یعنی بسیاری از اینها در واقع بر اساس احتمالات ذهنی بوده و باریکندیشی های فقهی که فقها برای اینکه پرسش رو بی پاسخ نگذارن به اینا پاسخ دادن، ولی بسیار از اینا اصلا اتفاق نمی افتند. و بنابراین این موارد رو تا اینجا می شود همه رو لغو کرد، چون گفتم که مستندات قرآنی هم ندارن و هیچ منافاتی هم با شرع نداره، جعل و حکومت هم میتونه اینها رو شرع کنه و جز حدود و قصاص هم نیستن. یه نکته یا که اینجا لازم هست اشاره کنم، یک موزر بینشیست که در نظام حقوقی اسلام و غرب اصل شخصی بودن جرم و مجازات حاکم هست و در انتصاب جرم به عامل و فاعل بزه تنها به نقش فرد و مباشرت او توجه میکنن، به شرایط و موجبات وقوع بزه مانند نقش جامعه، محیط، عوامل خارجی توجه اساسی نمیشه، در حالی است که همه بحث هایی که در فقه ما درباره شروط تحقق جرم سرقت مثلا میشه در فقه سنتی همه بیانگر لزوم توجه به عوامل غیر شخصی جرم هست. قاعده کلی فقهیه که در قانون مجازات اسلامی هم آمده که در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد، این خیلی نکته مهمی است. یعنی اینکه اگر نشون داده بشه که مثلا در شرایط و ساختار اجتماعی و عوامل خارج از اختیار و اراده فرد در عمل او به ارتکاب جنایت مؤثر بودند، اینجا سبب اقوا از مباشر محسوب میشه. و البته در کشورهای امریکای اروپایی با هیئت منصفه این رو تا حدی تعدیل کردن که عوامل غیر شخصی و اجتماعی از موجبات تخفیف دهنده مجازات در نظر گرفته میشه، اما واقعا در قوانین ما در قضیه توجه به نقش فرد و جامعه در تدوین نظام کیفری چه کسی مسئول است؟ یعنی قانونی که وضع میشه و باعث ارغد ما میشه کی باید پاسخگو باشه؟ و این نکته را اشاره کنم، ببینید دیدگاه جامعه شناسی نشون میده مثلا در تحقیق بزرگی که دورکیم درباره خودکشی انجام داده میبینیم که در بسیاری از موارد جرائمی که کاملا شخصی به نظر میاد، مثلا دورکیم در مورد خودکشی و طلاق که انقدر شخصی به نظر میاد که به نظر میاد که یک امری است که بین دو نفر رخ داده، اما اینها ثابت میکنند که اینها کاملا در ارتباط با اجتماع و معلول شرایط اجتماعی هستند. تا اینجا پس بحث ما این بود که این مجازات ها رو میشود تعطیل کرد، میمونه مجازات های بند 11-15، یعنی زنا، لواط، ارتداد که 11، 12 و 13 هست. این سه مورد هم در فقه آمده منتها مبتنی بر اجتهاد فقها و صرفا مستند به سنت و روایات است،
هیچ مستند و دلیل قرآنی نداره، حتی در سنت قطعیه که اعتباری همسنگ قرآن برای اون قائل شدند هم دلیل روشن و قطعی برای اون وجود نداره، یا اینکه دشواریاب است. اما قطعا دلیل قرآنی که بلاک یقین آور و اصلی هست در کار نیست. و در همین کیفر هم بین فقها باز اختلاف هست، چنان که مثلا شیخ طوسی در مجازات محسن بزرگسال میفرماید که فعلیها الجلد و رجم، و بعد میگوید که دلیل این هم به اصطلاح یک آیه هست و یک روایت، که بعد مرحوم آیت الله خونساری بحث میکنن راجع به این روایت و میگن مثلا این روایاتش کدوم دلالت بر کشتن نمیکنن، آیه هم که دلالت بر کشتن کنه در این موارد وجود نداره. در مورد دوازدهم یعنی لواط هم باز آیت الله خونساری مشابه هم استدلالی رو که در مورد قتل زانی بود در مورد قتل لائط تکرار میکنن. در مورد سیزدهم یعنی ارتداد یا کلمه رده و ارتداد که چند بار هم در قرآن ذکر شده و به معنی بازگشت از اسلام هست، این ارتداد در قرآن مذمت و نکوهش شده، اما فقط در یک آیه قرآن یعنی آیه 207 سوره بقره وعده مجازات، اون هم مجازات از نوع اخروی داده شده. موضوع ارتداد و تقبیحان در قرآن اومده، اما هیچ مجازات دنیوی براش در قرآن معین نشده. ادله روایی هم حاکی از دلالت سنت بر اعدام مرتد نیستن، و در مواردی که مرتدی اعدام شده علت اصلی تغییر عقیده او نبوده، بلکه جرائم دیگری مانند قتل و فساد بوده که در پی ارتداد انجام شده. و آیت الله منتظر در کتاب مجازات اسلامی و حقوق بشر مواردش رو به طور دقیق ذکر کردن. بنابراین تا اینجا مجازات کاهش میکنه پیدا میکنه به محاربه و قصاص، که ملاک ما هم همونطور که گفتم قرآن هست که جز محکمات مسلمانان به شمار میان، و روایات هم تا جای مقبول هستن که مؤید و موافق قرآن و نفع بشر باشند، یعنی با این دو معیار. نفع بشر هم باز مستند قرآنی داره که قرآن میفرماید و اما ماین فاون ناس فیم کف فل ارض، طبق این آیه ملاک نفع بشره، و این ملاک قرآنی نفع بشر بسیار مهمه در امر قانونگذاری، که متاسفانه در اجتهادات فقهی ما و نه در قانونگذاری ما مورد عنایت واقع نمیشه. و انحصار مرگ به دو مورد در قرآن در آیه 32 سوره مائده بهش تصریح شده، یعنی در قرآن فقط برای محاربه و قصاص مجازات مرگ معین شده. محاربه هم که در آیه 33 سوره مائده آمده، این ذیل قصاص قرار میگیره، برای اینکه در بحث مفصل که در کتاب انجام دادم نشون دادم که در محاربه فقط در صورتی که کسی مرتکب قتل بشود مجازاتش مرگه، وگرنه گزینه های دیگر مجازات که در آیه ذکر شده در مورد اون اجرا میشه. اما فقط یک بحث هست که خب چرا اینقدر این مجازات شدید هست، که حالا منهای این بحث که در متن زمان خودش حکمی بوده متناسب با نظام تنبیه اون زمان، به اعتقاد من این بیشتر انطباق داره با جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت که در اسناد حقوق بشر هم مطرح هست، خصوص که در قرآن آیه 205 سوره بقره که اونجا هم به همین بحث سعی در فساد در زمین میپردازه، یعنی همین بحث افساد فی الارض، اونجا بحث به اصطلاح حرکت حرص و نسل رو مطرح میکنه، که نشون میده که در واقع این سعی در فساد در زمین در واقع مصداقش نابودی حرص و نسله. که حالا جالب این هست که در اسناد بین المللی جرم محاربه با این خصوصیات بیشتر متوجه حکومت‌ها و بعد گروه‌های یاغی و خودسر و تروریستی هست، و در همین آیه کلمه تولا که به معنی تولیت و حکومت هست اشاره به همین معنا داره، که در واقع منافقین و مجرمین
پیش از حاکمیت فساد در زمین میکنن و بعد از حاکمیت. یعنی در واقع این آیه هم نشون بده که این جور بیشتر متوجه به اصطلاح صاحبان قدرت هست. و این بحث البته بحث مفصلی است که من همینجا فاکتور میگیرم، به خصوص که تفاوت‌های باز بین این دو وجود داره. مثلا قصاص یک حق شخصی است، اما در محاربه با وجود که قتل رخ داده اما اینجا در اختیار حاکمه، یعنی حاکم میتونه کسی که قتل کرده مورد عفو قرار بده، چنان که آیت‌الله منتظری هم در کتاب دراساتون فی ولایت فقیه اشاره میکنن به اینکه در محاربه جایز است که امام مسلمین لشکر کفار یا شورشیان مسلح رو که حکم محاربه دارن عفو کنه. و بعد به شواهد تاریخی اشاره میکنن، مثل اینکه پیامبر در مکه کسانی رو که در جنگ‌های قبلی مرتکب قتل شده بودن اینها رو بخشیدن. پس بنابراین وقتی محاربه میآید ذیل قصاص، میشود نتیجه گرفت که در قرآن فقط در یک مورد مجازات مرد تجویز شده، اونم در صورت قتل نفسه، که در این مورد هم چندین آیه در قرآن هست که این آیات دو دستن. یه دسته آیاتی هستن که در مقام خبر دادن از مجازات قتل در میان یهود هستن و تعبیر کتبنا علی بنی اسرائیل یا کتبنا علیهم رو داره، یعنی اشاره میکند که در آیین یهود مجازات این بوده، اما به محض اینکه به شریعت جدید میرسه لحن قرآن عوض میشه و تکمله میزنه. اون تکمله هم این هست که در شریعت یهود مجازات قتل منحصرا قصاص بوده، ولی قرآن میاد این انحصار رو میشکنه، اون حکم وجوب و تعیینی رو تبدیل به تأخیری میکنه و میگه که در واقع سه گزینه قصاص، دیه و عف وجود داره. ما در روش تزجیقی چند محدود کننده رو فقط من فهرستش رو ذکر میکنم. یکی این که در انواع قتل که وجود داره، قتل عمدی، شبه عمدی و خطایی، فقط برای قتل عمد مجازات مقرر شده در قرآن، نه برای سایر قتل. دوم محدودیت هایی است که برای قصاص قائل میشه، یعنی حتی در همون مورد قتل عمدی هم شرایط هشتگانه وجود داره که اگر محقق بشود میشود فرد رو مجازات کرد. دسته سوم از شروط این عدم انحصار به قصاص است، یعنی اینکه نه تنها کسی که مرتکب قتل میشه الزاما نباید قصاص بشه، بلکه قرآن تأکید و ترجیحش بر دیه و عف هست. دسته چهارم غیر واجب و غیر تکلیفی بودن مسئله قصاصه، یعنی قصاص الزامی نیست، واجب تعیینی نیست، واجب تخییری است. قصاص یک حق، یک تکلیف نیست، چون حقه با توافق و ترازی ساقط میشه. محدودیت‌های دسته پنجم شرطیت نظر کارشناسان جنایی و روانشناسی برای صدور حکم هست، که اینم پایه فقهی داره که به تفسیرتون کتاب بحث شده. محدودیت های دسته ششم هم ضرورت و شرطیت حقوق بشری و شرعی حضور هیئت منصفه در محاکم جنایی است، که 11 دلیل شرعی فقهی و حقوقی درش ذکر شده که حضور هیئت منصفه رو در محاکم جنایی اجباری میکنه. و دو نکته پایانی رو هم که لازم میتونم اشاره کنم در اینجا، یکی بحث فلسفه قصاص هست که به نظر من بسیار مهمه. ما در فقهمون دچار یک نوع مناسک گرایی شدیم. مناسک گرایی یعنی برتری یا تقدم و حاکمیت قانون، یا به تعبیر دقیق‌تر کلمات قانون بر فلسفه قانون، که این مشکل در ادیان و شرایط زیاد مشاهده میشه. و مثلا آیه ولکم فی القصاص حیات که قرن‌هاست به عنوان مهمترین دلیل قرآنی برای مجازات قصاص مورد استفاده قرار میگیره، این وارون خانی شده، به این معنا که این آیه مشتمل بر دو رکنه، یک حیات، دو قصاص. و مهم این است که ما دریابیم در این آیه اصل و هدف بر قصاص است یا بر حیات.
اگر شما از این آیه که دلالت بر اصالت الحیات داره اصالت الممات رو استنباط کنید، خب طبیعی است که احکام متناسب با اصالت الممات صادر میکنید. ولی اگر دریابیم که طبق این آیه اصل بر حیات است و قصاص در اینجا طریقیت دارد نه موضوعیت، وقت اینجا این بحث پیش میاد که غایت شریعت اساساً حفظ حیات است و چون قصاص وسیله است نه هدف و هدف حفظ حیات هست، بنابراین هرگاه دعب شارع با قصاص تأمین بشه این وسیله مشروعیت داره چون قصاص طریقیت داره. اگر تحقیقات تجربی بشر نشون بده که مجازات اعدام بازدارنده نیست و روش های دیگری بازدارنده است موجب حفظ حیات میشه، به دلالت همین قرآن همین آیه ولکم فی القصاص حیات، شما بایستی اون روش رو برگزینید. و این نکته که بارها برای به خاطر اینکه این آیه وارون خانی شده همیشه سعی میکنن برای توجیه آیه این منطق بازدارندگی و عبرت آموزی رو بهش تمسک بکنن، منطقی است که در همه جوامع به کار می‌رفته، همه مدافعان اعدام در شرق غرب عالم هم این رو به کار می‌بردن، ولی جالب اینه که سست‌ترین استدلال هم بوده. چون اگر معیار حقانیت مجازات عبرت گیری باشه، در نتیجه باید خود مجازات اعدام برای اینکه عبرت انگیزتر باشه هر چه خشن‌تر باشه، بنابراین ما باید به عقب برگردیم، یعنی به گذشته ای که مجازات اعدام خشن بود، دو شقه کردن، سربریدن، مسله کردن. چون وقتی شما میگی عبرت آموز باشه یعنی هر چه خشن تر باشه باید بیشتر افراد رو مرعوب کنه و به وحشت بندازه. اما برعکس ما میبینیم که در طول هزاران سال گذشته بشر هر چی جلو اومده روند مجازات ها در طول تاریخ خیلی نرمتر و انسانی تر شده و حتی پیامبر اسلام هم که ظهور میکنه اون چی که در شریعت یهود بوده رو نرم میکنه، ملایم میکنه و مجازات قصاص رو تخییری و سه‌گزینه‌ای میکنه و هر چی جلوتر میایم تغییر کرده، نرمتر شده. چرا؟ به دلیل اینکه تجربه بشر نشون داده که عبرت آموز و بازدارنده نبوده، بلکه برعکس قساوت رو بیشتر میکرده و چهره انسانیت رو زخمیتر و ضعیفتر میکرد. اگر هم بخواد که مجازات اعدام بی سر و صدا اجرا بشه در مرام نباشه که دیگه به هیچ وجه ترسناک و عبرت آموز نیست. بنابراین البته امروز با وجود منسوخ شدن این منطق هنوز تو کشورهای این منطق وجود داره، مثلا در کره شمالی الان افراد برای اعدام کردن دم توپ میذارن، با گلوله توپ ذره ذره میکنند، یا مثلا در جرائم سیاسی کسی که بازداشت میکنن سه نسلش هم باش بازداشت میکنن چون معتقدند که این تاثیر بازدارنده بزرگ داره. و متاسفانه یکی از نارسایی های بزرگ هم در قوانین ایران این هست که به دلیل درک نادرستی که از مجازات قصاص در قوانین ما وجود داشته، اینها آمدن در قانون مجازات اسلامی مخیر کردن اولیای دم رو بین قصاص و عفیادیه، و به خصوص در قانون جدید هم آمدن گفتن که اگر اولیای دم تصمیم نگیرن دادستانی خودش رأساً اقدام میکنه و وثیقه میگیره مجرم رو آزاد میکنه. خانواده ها، من به خاطر که با پرونده‌های بسیار زیادی سر و کار داشتن، در موارد فراوانی مشاهده کردن که اولیای دم نه مایل به عفو و آزادی مجرمه، چون براشون قابل تحمل نیست کسی که عزیزشون رو زیر خاک کرده راست راست جلو چشم اینا بگرده، و نه حاضر به کشتن هستن، نمیخوان اینها هم حکم قاتل پیدا بکنن. اینها ترجیح میدن که این فرد در زندان بمونه و مجازات بشه، نه آزاد بشه نه کشته بشه. اما قوانین ما افراد رو مجبور میکنن به کشتن، به معنی که اگر افراد تصمیم نگیرن به مجازات قصاص، دادستانی تصمیم میگیره که این فرد رو با تبدیل قرار آزاد بکنه. این در حالی است که فهم نادرست از آیه موجب این شده. وقتی که قرآن عفو رو پذیرفته، یعنی وقتی که عفو پذیرفته شد چرا حبس پذیرفته نشه؟ چرا ما در قانون به جای سه گزینه چهار گزینه مقرر نکنیم؟ یعنی گزینه حبس طویل مدت هم اگر در قانون اضافه بشه،
خب ممکنه کسی بگه در قرآن تصریح نشده، ولی وقتی در قرآن اف که دیگه بالاترین اون هست ذکر شده، خب پایین تر از اون که حبس طویل مدت هست به طریق اولا مجاز هست. بنابراین به استناد قرآن چون حبس طویل مدت بین اف و قصاص هست با منطق قرآنی پذیرفته است. یعنی قرآنی که 1400 سال پیش راه رو باز میکنه که حتی امکان قصاص صورت نگیره، راه رو باز کرده برای حبس طویل مدت که اگر این اتفاق بیفته شما خواهید دید که در مورد قصاص هم بسیاری از محکومین از مجازات نجات پیدا میکنن و یکی از راه های تأمین دعوی شارع گزینه چهارم است به عنوان مجازات جایگزین، که این رو به استناد حق ولایت ان نبی اولا بالمؤمنین به انفسهم که البته مربوط به شرایط جنگی است، برای نشون میده که حکومت در شرایط خاصی که کیان یک جامعه وابسته به اون هست، حکومت اولا هست در مورد جان مردم. بنابراین اینجا از اون موارد حیاتی است و حکومت میتونه بیاد و تصمیم بگیره مطابق قرآن و اون چی که عرف بشر امروز دو سوم دنیا هم پذیرفتن این رو که مجازات اعدام رو رفع کنن، اما اینجا بیان و گزینه حبس طویل مدت رو هم اضافه بکنن که در نتیجه اینجا الان قانون تبدیل شده به، یعنی حکومت رو دنبال رو به اولیای دم کرده، یعنی به این شیوهی که الان داره قانون اجرا میشه و خیلی جاها مساله عمومی فدای اراده های شخصی میشون. من فکر میکنم که وقتی که برام تعیین شده بود احتمالا تمام شده باشه. من سعی کردم که خیلی فشرده مباحثی که در این کتاب حق حیات بود رو بیان بکنم. انشاءالله که جزئیاتشو اگر دوستان خواستن به این ویرایش جدیدی که به شرط حیات در دو سه ماه آینده منتشر خواهد شد مراجعه میکنم. اگر نکته ای سوالی باشه من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم جناب آقای عمادالدین باقی عزیز از مطالبی که مطرح فرمودید. طبیعتاً بحث خیلی حساس است و شاید بدیهی ترین پاسخ به این حساسیت این باشه که بحث جان انسان در میان هست و این شاید مهمترین دلیل باشه بر حساسیت این موضوع. مواردی رو اشاره کردید که قانون فعلی نسبت به قانون سابق دچار تغییر شده، مثل اضافه شدن باقی و ارتکاب جرم باقی که البته طبیعتاً باقی با قین هستش و موارد دیگری. یک نکته رو من اشاره کنم جناب باقی و اون هم در خصوص حکم کلی است که قانونگذار جدید در ماده 136 داده در خصوص جرائم مستوجب حد و فارغ از تعیین نوع جرم اشاره کرده که کلیه جرائم مستوجب حد بعد از اینکه سه بار حد نسبت به اونها اجرا شد، بار چهارم با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. بنابراین حکم رو از اینکه تعیین مصداق کنه خارج کرده و حکم کلی داده. یک نکته هم این که در خصوص بحث سبب و مباشر که اشاره فرمودید، در قانون جدید ظاهرا اون قاعده گذشته که بحث اصل بر مسئولیت مباشر بود و سبب وقتی مسئول بود که اقوا باشد، ظاهرا از اون هم گذر کرده. با ضمن تایید فرمایش شما ظاهرا به این نکته رسیده که اصل باید بر تقصیر باشه. با این نکاتی که خدمتتون مطرح کردم و با توجه به وقت باقی مانده که 10 دقیقه از حالا هست، من پرسش هایی رو خدمتتون مطرح میکنم و طبیعتاً اگر لطف بفرمایید کوتاه پاسخ بدید تعداد پرسش بیشتری رو مطرح خواهیم کرد. یکی از پرسش هایی که دوستان برای ما ارسال کردن این هستش که اشاره کردن به فرمایش جناب عالی و این نکته که محاربه رو ظاهراً با استدلال هایی که اشاره کردی ذیل قصاص قرار دادید و با این وصف اگر چنین وصفی صادق باشه، یعنی در مواردی که ما در جرم محاربه منتهی نمیشیم به مرگ انسانی، نمیتوانیم مجازات اعدام رو در نظر بگیریم؟ من سوال خوب متوجه شدم. محاربه میرود ذیل قصاص؟ بله.
اشاره کردم. پس در مواردی که ما در جرم محاربه روبرو نباشیم با یک سلب حیات، یعنی صرفا کشیدن سلاح باشه به قصد ترساندن مردم. من آره تو این کتاب از اتفاقا نظر خیلی از فقهای متقدم رو آوردم، نظر فقهای شیعه سنی رو آوردم و روایاتی رو که اگر در جرم محاربه قتل رخ نداده باشه، سایر مجازات هایی که تعیین شده در نظر گرفته میشه. ضمن اینکه یه بحث دیگه هم کلا در مورد این آیه اونجا مطرح شده، اونم این هست که اساسا این آیه منسوخه، به این معنا که این آیه شأن نزولش مربوط به ماجرایی هست از 8 نفری که از قبیله اورعینه، اورعینیه این در بحرین، رفتن نزد پیامبر و گفتن که میخوان مسلمان بشن، مسلمان شدن، بیعت کردن و چون راه دراز اومده بودن گفتن که دوچار بیماری گرم و زده شدن، پیامبر به ساربانش میگه که اینها رو ببرند و طبق رسم اون زمان شیر شتر به اینا بدن برای حل مشکل، ولی بعد به پیامبر خبر میدن که این افراد ساربان رو کشتن، چشمشو در آوردن، مسله کردن، شتر رو هم پی کردن و گریختن. پیامبر دستور میدهد که اینها هر جا هستن پیداشون کنن و به همون شیوه که چوپان رو از بین بردن دست و پاشون رو قطع کنن. البته در روایت هست که پیامبر گفته که چشمشون هم در بیارن، که ابن کثیر میگه خیلی از علما تشکیک کردن، تردید کردن در این بخشش، و روایات زیادی از ابن کثیر هم بهش اشاره میکنه که اصلا پیامبر دستور دادن که بعد از ماجرای اون افراد قبیله اورعینه این مجازات دیگه تعطیل بشه، و در واقع این آیه شأن نزولش ماجرایی بوده که رخ داده و خود پیامبر هم دستور دادن که دیگه در کسی چنین مجازاتی اجرا نشه. یعنی میخوام بگم اصلا یه بحثم این هست که این آیه به کل منسوخه، حتی اگر فرض کنید منسوخ نباشه. یعنی فقهایی که منسوخ نمیدونن مثلا شیخ طوسی و اینا، اونها میگن این اختصاص به قطاع و طریق داره، و نه تنها اختصاص به قطاع و طریق داره، یه بحثی هم فقها دارن در مورد محاربه که شرط میکنن که تو فقهای جدیدم حتی خود آیت الله خمینی مرحوم آیت الله منتظر اینها هم حمل سلاح و اخافه و تشهیر رو شرط کردن، و جالب اینه که در بحثی که دارن میگن صرف داشتن سلاح و اخافه و تشهیر هم برای محاربه کفایت نمیکنه. آیت الله منتظر این نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنن، میگن این آیه شریفه دو کلمه داره، یک کلمه یسعا، یک کلمه فعل است. کلمه یسعا در هیئت فعل مضارع دلالت بر استمرار و تکرار داره، دو فعل ارز یعنی اینکه باید این محاربه یا این فساد محاربه آمیز باید گسترده باشه، و ما در سلسله نظام حقوقی دنیا هم داریم این قلمرو جزایی، که البته بیشتر مربوط به قلمرو وقوع جرمه، ولی مثلا یک چیزی در قلمرو خانواده جرمه، یه چیز در قلمرو یک شهر جرمه، در این شهر دیگه جرم نیست. یه چیزی هست که در یه قلمرو گسترده یعنی جرم جهانیه، و اینجا اگر منظور صرف اخافه و تشهیر به هم به سلاح بود، اصلا دیگه فسادن فل ارض لازم نبود بیاد، که همون محارب کافی بود. و یا اگرم میگفت، میگفت مثلا او فسادن فل مدینه در شهر، یا فل حی در یه محله. وقتی میگه فل ارض یعنی این محاربه و فساد باید خیلی گسترده باشه. آره صرف این کسی اسلحه دست بگیره چند نفرم به ترسونه دلیل بر محاربه نمیشه. میخوام بگم حتی کسانی که معتقد نیستند که این آیه منسوخ شده، قیود و شروطی براش گذاشتند که اصلا کسی به خاطر یه همچین جرمی مجازات نمیشه. به همین جهته که من عرض کردم که در واقع میمونه فقط قصاص، و کسی هم که در محاربه مرتکب قتل بشه در واقع به دلیل قتل که براش مجازات مقرر میشه. بنابراین فقط در قرآن مجازات قصاص تجویز شده. این مجازات قصاص هم با اون سلسله شروط و قیودی که گفتم انقدر محدود میشه، مثلا سبق نیت و تصمیم نباید باشه، برنامه‌ریزی شده باید باشه، و شروط زیادی که تو کتاب ذکر شده. به
استثناءات میرسه. تازه به این استثناءات که رسید باز هم از نظر قرآن الزامی و واجب و تعیینی نیست، تخییریه. یعنی اینکه شما بین این سه گزینه مخیرید، مکلف نیستید که قصاص بکنید. و تازه بین این سه گزینه هم که مخیرید، خداوند میگه در بین این سه گزینه من عفو رو ترجیح میدم، حتی در مورد که کسی با سوء نیت سبق تصمیم مجرمانه دست به جنایت زده، خداوند ترجیح خودش رو بر عفو قرار میده. و بعدم انقدر این عمل رو بزرگ میدونه که خداوند میگه هیچ کسی، تو همین آیه 40 سوره شورا میگه هیچ کس جز خداوند نمیتونه پاداش این عمل رو بده. بنابراین میخوام بگم مورد قصاص هم اینقدر محدود میشه که به استثناءات میرسه و این استثناء هم تازه الزامی نیست، یک حق قابل ترازی است. بنابراین با توجه به استدلال جناب عالی در مواردی که در محاربه قتل رخ ندهد، ما عملا دو مجازات رو باید کنار بگذاریم و صرفا دو مجازات باقی میمونه. نه، مجازات های دیگه ای مثلا تبعید براش مقرر شده و البته گزینه عفو که در قصاص مطرحه، گزینه عفو در اونجا هم صدق میکنه، کما اینکه پیامبر بسیاری از کسانی که جرمشون محاربه بود عفو کردن اینها رو، حتی در دوره خلفا هم اینطور بود، حتی امیرالمومنین هم کسایی بودن که جرمشون محاربه بود و عفو کردن. بنابراین غیر از اون چهار گزینه که در خدا هست، گزینه پنجمی هم به اسم عفو هست که اگر قتل رخ نداده باشه، گزینه های دیگه ای مثل تبعید، نفی بلد هست. میگم با فرض اینکه آیه رو منسوخ ندونیم، که اونا هم که منسوخ نمیدونند، آیه رو مختص به قطع طریق، اونم در صورتی که تکرار تداوم باشه و دامنه جرمشون خیلی وسیع باشه میدونن. خیلی ممنونم جناب باقی. با توجه به اینکه 2 دقیقه وقت مونده و با توجه به اینکه دوستان میدونن سر 1 ساعت اینستاگرام خودش اپلیکیشن رو مسدود میکنه از بابت برگزاری لایو، من پیشنهاد میدم چند سوال مونده جناب باقی، اگر موافق باشید 1 دور ارتباط رو قطع کنیم و دوباره از سر بگیریم که سوالاتی که دوستان هم ارسال کردن حداقل مطرح بشه در جلسه. فکر میکنم میتونیم با 15 دقیقه بحث رو جمع‌بندی کنیم، اگر موافق باشید من این کار رو انجام بدم. از نظر من مشکل نشستن اینجاست، وقتی که نشستیم دیگه 1 ساعت و 2 ساعتش فرق نمیکنه. ممنون از لطف شما. من بلا فاصله برمیگردم دوستان عزیز، یعنی الان ارتباط رو قطع کنم، بلا فاصله جناب باقی میام روی لایو و در واقع منتظر شما هستیم. پس با اجازهتون مثلا دوستان من منتظر جناب باقی هستم که تشریف بیارن روی خط. آها تشریف آوردن. نه سلام. نه واردی ما
مشکل سازم شده دیگه. خواهش میکنم، مشکلی که نبود. عرضم به حضورتون، من قبل از اینکه نکات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم، یک بار دیگه این نکته رو اشاره کنم و علت این موضوع که ما امروز با این صفحه آنلاین شدیم برای برگزاری جلسه این بود که از سوی اینستاگرام بلاک شد قسمت لایو انجمن حقوق شناسی و در صفحه انجمن هم اطلاع رسانی کردیم و خواهش میکنیم مجددا از دوستان اگر در این موضوع اطلاعی دارن که ما چطوری میتونیم این بلاک رو رفع بکنیم، برای ما از طریق دایرکت راهنمایی بفرستن که بتونیم موزل رو حل کنیم و برنامه فردا رو از صفحه انجمن دنبال کنیم. با ذکر این موضوع، من با کسب اجازه از جناب باقی موارد دیگری رو مطرح کنم و سعی کنیم با 10 دقیقه الا 15 دقیقه به یک جمع‌بندی مطلوبی برسیم. یک موردی که اشاره کردند، حالا ممکنه پاسخش هم جناب باقی در میان فرمایش حضرت عالی بوده، اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید ممنون میشم. این هستش که گفتن با توجه به وجود آیه صریح قرآن در خصوص لزوم وجود اعدام در جامعه، آیا میتوان توجیه دینی برای لغو اعدام پیدا کرد؟ که من قبل از اینکه جناب عالی پاسخ بدید، فکر میکنم به طور کلی پاسخش در کلیت بحث شما موجود بود. حالا اگر نکته ای هست که در خدمتون هست. همونطور که شما هم اشاره کردید، اصلا کل بحث ما در مورد همین بود که از نظر شرعی میشود مجاز. اولا من تفکیک کردم، گفتم مواردی که در قانون و شرع مقرر شده متعدده و از کردم در قرآن فقط در مورد قتل نفس مجازات مرگ تجویز شده، در غیر از قتل نفس هیچ مجازات سالب حیاتی تجویز نشده. بنابراین تمام مجازات هایی که مقرر شده مبنای قرآنی نداره. حتی ارتداد هم که اینقدر مشهور بود در قانون مجازات اسلامی هم گنجونده شده، در ارتداد هم ما چنین وضعی نداریم. و همونطور که براتون کتاب فلسفه سیاسی اجتماعی طول منتظر که من بیشتر دیدگاه فقهیشون رو توضیح دادم، روشن شده که اساساً تغییر عقیده جرم نیست که براش مجازاتی مقرر بشه. ارتدادی که منظم به یک فعل مجرمانه مثلا قتل بشه، اونم باز میاد در زمره به اصطلاح قصاص. و بنابراین در یک مورد تجویز شده، اونم قتل نفس، که اون یک مورد هم همونطور که عرض کردم با قیود و شروط بسیار زیادی که داره به استثناءات تبدیل میشه. خیلی ممنونم. پرسش بعدی باز هم به نوعی برمیگرده به فرمایش های حضرت عالی. جناب عالی اشاره کردید به زمان حضور معصوم، اما این دوستمون یک مقدار بحث رو فراتر برده و فقط به زمان حضور پیامبر اشاره کردن. با این توضیح من سوال رو عیناً خدمتتون مطرح میکنم. اشاره کردند که آیا میتوان در قرآن و یا به طور کلی در ادله اربعه مبنایی پیدا کرد که الزام به قوانین فقهی را محدود به جامعه عصر پیامبر دانسته و عدم التزام به فقه را در روزگار فعلی امری نه فقط عقلانی بلکه شرعی هم بتونیم عنوان کنیم؟ ببینید اون فقهایی که گفتم مثلا محقق هلی، علامه هلی و تو متأخرین مثلا به خصوص آیت الله خونساری در هم کتاب جامع المدارک دلایل روایات و مستنداتی میارن برای اینکه در عصر غیبت امام معصوم جایز نیست که بشر حدود و قصاص رو اجرا کنه. دلیلش هم اینه که حدود و قصاص به جان مردم ربط داره. تو بقیه موارد منعی برای اون نیست. میگویند که چون یک مسئله و اتفاقا یه تعارضی میشود گفت در دیدگاه فقهایی که مخالف دیدگاه هم وجود داره، اونم این هست که
تو فقهای اهل سنت که از جمله مثلا غزالی اشاره میکنه به اینکه مقصود الشارع خمسه، میگه اصلا دین اساسش بر پنج چیزه، یعنی قصد شارع تأمین پنج چیزه: دین، نفس، عقل، نسل و مال بشر. یعنی این پنج چیز باید، یعنی مثلا فقه، شریعت، قرآن، همه اینا اومده برای حفظ این پنج چیز. ولی در بین فقهای شیعه این محدودتر شده به ارض و دما، و فقهای شیعه قائل به حاکمیت و ارض و دما بر همه احکام، به این معنی که میگن اگر جای آبروی انسانی به خطر بیفته، به خاطر حفظ اون آبرو میشود واجبات رو تعطیل کرد، فروع دین رو میشود تعطیل کرد، یا اگر جان انسانی به خطر بیفته چون حاکم بر همه احکام، همه احکام رو میشود به خاطر اون تعطیل کرد. این اصل بنیادین حفظ حرمت خون یا حرمت ارض و دما که حاکم بر همه احکام هست، این حکم میکنه که بشر نمیتونه به آسونی در مورد این دو چیز تصمیم بگیره، این خارج از اختیار بشره. و اتفاقا اون دیدگاه فقهای سنتی با این دیدگاهی که کافه فقهای ما قبول دارن، شیعه و سنی هم قبول دارن، سازگارتره، چون فقهای سنتی هم مدارک و مستنداتی میارن که نشون میدن که تصمیم گیری درباره آنچه مربوط به کیان آدمی، یعنی جانش و آبروش، یعنی آبروی آدمی و حیثیتش هم در حد جانش اهمیت داره، یعنی تصمیم گیری در مورد اینا در صلاحیت انسان نیست، این در صلاحیت شارعه، در صلاحیت خداونده. خیلی ممنونم. پرسش بعدی شاید بیشتر جنبه جرم شناختی و جامعه شناختی داشته باشه، اما در هر صورت من این رو مطرح میکنم خدمتتون، و اینکه اشاره کردن در صورت عدم امکان لغو مجازات اعدام از قوانین ایران، گرایش خانواده های این محکومان به جرائم دیگر مثل جرائم مالی چگونه باید کنترل بشه؟ این در صورتی که فرزند پدر خانواده‌ای اعدام شده و فرزند خانواده ممکن است کشیده بشه به سوی جرائم دیگر، به مثلا جرائم مالی، چگونه باید این تالی فاسد رو کنترل کرد؟ یعنی در صورتی که کسی اعدام بشه تبعاتش رو فرمان، تبعات اجتماعیش. خب داره، این یه بحثی است که خارج از حیطه بحث ما هست، که اساسا در دنیا یکی از دلایلی که با مجازات اعدام مخالفت میشه همین پیامدهاشه، یعنی یه بخشش مربوط به سلب حیات یک انسانی که شما در مورد جانش تصمیم میگیرید، یه بخش هم در مورد تبعاتش که در واقع شما با این عملتون جرمزدایی نمیکنید، جرمزایی میکنید. این جرمزایی به چند شکله، یه شکلش اینه که ممکنه بازماندگان اون فرد به دلیل محرومیت هایی که حالا یا محرومیت های اجتماعی یا آسیب های مادی اینا که میبینن به جرم کشته بشن، یا ممکنه به دلیل مسئله طرد اجتماعی باز به بزه کشته بشن، یا به شکل دیگر، یعنی این نوع مجازات ها به دلیل اینکه قساوت قلب رو در جامعه زیاد میکنه میتونه جرم زا باشه. حالا در کشور ما که این مسئله خیلی حادتره، من الان به طور مصداقی نمونه‌ای سراغ دارم که حالا شاید مناسب نباشه ذکر بکنم، کسانی رو که تو این جرائم اقتصادی محکوم به اعدام کردن، غیر از این که جان طرف رو گرفتن، خانوادهش هم از هستی ساقط شدن، تمام اموالشون رو مصادره میکنن. یعنی طرف اگر مثلا یه محکومیتی داره به چندین برابرم جریمه میشه، که حالا تا 40 برابر هم دست قاضی بازه، ولی در مورد 7-8-10 برابر جریمه میکنن، در نتیجه بازماندگانش هم از هستی ساقط میشن. و من رو کسی میشناسم که مثلا بعد از اعدام اون کسی که به عنوان جرم اقتصادی اعدام شده، تا دیروز مثلا خدم حشمی داشته، ولی الان حاضره بره یه جا مثلا رفته گریه کنه. یعنی
میخوام بگم در جامعه ما که این وضع خیلی بدتر و وخیمتر هست. میخوام بگم اتفاقا یکی از زاویه های انتقادی نسبت به مجازات اعدام همین زاویه جرم شناختی است که مجازات اعدام خودش میتونه از منابع جرم خیزی باشه نه جرم زدایی. خیلی ممنونم. پرسش بعدی رو سریعا مطرح میکنم خدمتتون. اشاره کردم به نقش موانع سیاسی داخلی و فشارهای بین المللی در لغو مجازات اعدام که نظر جنابالی رو در این خصوص خواستن بدونن. چطور ارزیابی میکنید موانع سیاسی داخلی رو و فشارهای بین المللی رو؟ فشارهای بین المللی که برای الغای مجازات اعدامه، مقاومتی که در داخل صورت میگیره یه بخشیش ریشه اجتماعی داره که این همونطور که از کدر توی تحقیق جداگونه انجام شده که یه بخش تحقیق من افکار سنجی هست که نشون میده که مثلا در جامعه ایران به طور متوسط 60% گرایش داره به مجازات اعدام بنا به یک دلیل غلط مشهور و اون همین که عموما تصور میکنن که این مجازات جنبه بازدارندگی داره و اگر مجازات اعدام لغو بشه هرج و مرج به وجود میاد، ناامنی ایجاد میشه، در حالی که اگر اونها من تجربه کشورهای دیگر رو بدونن در طول 200 سال گذشته که ده ها کتاب و تحقیق در این زمینه منتشر شده که مطالعات تجربی نشون میده در تمام کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده در طول دهه‌های گذشته جرم کاهش پیدا کرده و یا اینکه افزایش پیدا نکرده. حالا بعضیا که مدافع اعدامن در بین مثلا ده‌ها کشور در یک کشور اگر یک سال یا دو سالی بنا به دلایل خاصی بحران اقتصادی جرم افزایش پیدا کرد همون رو مورد استناد قرار میدن که دیدید اینجا جرم افزایش پیدا کرد، ولی در مجموع تمام مطالعات تجربی خلاف اینو نشون میده. و جالب اینو بدونید که حتی در ایران هم به همین جنبندی رسیدن. یه وقتی آیت الله شارودی رفته بودن اردبیل توی سخنرانی گفتن که تجربه به ما نشون میده که مجازات اعدام در تمام سالهای بعد انقلاب باعث کاهش جرم نشده، جنبه بازدارندگی نداشت. مشابه حرفو باز چند سال پیش رئیس پلیس تهران زد و یک تحقیق آماری هم که من داشتم تو همین کتابی که البته این بخشش منتشر شد، این کتاب جامعه شناسی اعدام، تکه هایشو به عنوان مقاله استخراج کردم و منتشر کردم. یکیش این هست که نشون میده به صورت آماری که اگر شما معتقد باشید مجازات اعدام جنبه کاهنده و بازدارندگی داره، هرچی مجازات اعدام بیشتر میشه طبیعتاً باید جرم هم کاهش پیدا بکنه. اما در طول این 40 سال ببینید منحنی این دوتا با هم رفته بالا، یعنی هرچی مجازات اعدام بیشتر بوده به موازاتش منحنی جرم هم بالا رفته. پس نشون میده که تأثیر نداشته و این رو دستن در کران قضایی و امنیتی هم بهش واقفن. بنابراین همونطور که از کردم کسانی که میگن در داخل مقاومت هست، بله یک مقاومت از جنبه اجتماعی به دلیل تصور غلطی که مردم دارن و فکر میکنن این بازدارنده است. اگر روشن بشه که این واقعیت نداره خواهید دید 60% چقدر کاهش پیدا میکنه. یه بخشش هم کسانی هستن که تصور میکنن که لغو مجازات مرگ در تضاد با دینه، در مغایرت داره با نص صریح قرآن و این وهن قرآن و توهین به مقدسات که اینم اشتباه است. و کل بحثی که من داشتم در واقع میخواستم نشون بدم نه تنها در تضاد با قرآن نیست بلکه کاملا با قرآن و با فهم درست قرآن و اون روحیه انسانی که در قرآن هست انطباق داره. پس غیر از اون بحث مقاومت اجتماعی و نگران اجتماعی، مقاومت مذهبی و نگرانی مذهبی، یکی هم مقاومت سیاسی است. یعنی حکومت هم به اعدام به چشم یه ابزار نگاه میکنه که به هر حال این میتونه در مواردی باعث
رو بشه، یعنی تصور میکنن که مثلا نظم سیاسی رو به وسیله چنین ابزاری میتوانن استقرار رو تحکیم ببخشن. بنابراین حکومت هم به دلیل تصوری که داره، در حالی که الان خیلی از کشورهای دنیا ثباتشون بیشتره، در حالی که سالهاست مجازات اعدام هم در اون کشورها لغو شد، بس بین ثبات سیاسی و مجازات اعدام هیچ همبستگی وجود نداره که فکر کنیم که اگر مجازات اعدام وجود داشته باشه میتونه مثلا باعث ایجاد رعب و وحشت و ابزاری بشه برای کنترل اجتماعی. یعنی تمام این دلایلی که برای مقاومت وجود داره غیر منطقی است. ولی فشار بین‌المللی که دوستمون اشاره کردن مفید هست، اما تعیین کننده نیست. ببینید عوامل خارجی همواره به اعتبار زمینه‌های داخلی میتونه موفق باشه. زمینه‌های داخلی این هست که باید روشنگری کرد، باید نشون داد که اتفاقا این رویکرد انسانی با دین سازگارتره، غایت دین انسانی است برای حفظ حیات بشره. باید نشون داد از لحاظ جرم شناختی مجازات اعدام نتیجه عکس داره. و به نظر من با این کارهای روشنگرانه میشود بستر و زمینه اجتماعی و ذهنی رو درست کرد. یک سلا نیاز نوعی به اجتهاد داریم، اجتهادی که بر مبنای اصالت انسان باشه، همون چیزی که آقای طلوع منتظری در آخرین درس‌های فقهشون مطرح کردن و هم این کتابی که منتشر شده به اسم سب و بهتان از ایشون، آخرین درس‌های خارجشون، و تو کتاب فلسفه سیاسی اجتماعی ما ایرو بردم که ایشون میگن فقه ما تا به حال مبتنی بر دفاع از حق مؤمن بوده، ولی باید مبتنی بر دفاع از حق انسان باشه. یعنی اجتهاد مبتنی بر کرامت انسان و اصالت انسان و تغییر نگاه ما، که اتفاقا به قول سهراب سپهری میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، وقت ما خواهیم دید که همین آیه ولکم فی القصاص حیات چقدر وارون خانه شده. یعنی آیه‌ای که در واقع آمده است برای اینکه بگوید اصل بر حیات است، ما اصالت الحیات رو تبدیل به اصالت الممات کردیم. در نتیجه سیل احکامی که جاری میشه باید منطبق باشه با همون اصالت الممات. ولی خود آیه نیازی به تفسیرهای عجیب و غریب و تأویل و اینا هم ندارید. ظاهر آیه و نص صریح آیه نشون میده اصل بر حیاته و هدف حفظ حیات فردی و اجتماعی است. را در یک زمانی قصاص اولویت داشته و تاریخیت داشته، الان اگه تحقیقات اجتماعی نشون بده که بر فرض که در گذشته مؤثر بوده الان مؤثر نیست، بعد روش های دیگری که موجب حفظ حیات فردی و اجتماعی هست مورد استفاده قرار بگیره. خیلی ممنونم جناب باقی. با توجه به وقت باقی مانده، اگر اجازه بدهید من پرسش آخر رو خدمتتون مطرح کنم. اشاره کردن که در جوامع غربی یکی از دلایلی که موافقین اعلام میکنن برای حذف مجازات های سلب حیات، حالا مثل اعدام، این هستش که ممکنه در رسیدگی های قضایی ما روبرو بشیم با اشتباهاتی یا ادله لازم در اون لحظه صدور حکم رو به در واقع حضور نداشته باشه. با توجه به این نکات آیا میتونیم در شریعت هم به این موضوع امکان اشتباه استناد کنیم؟ بله، ببینید من اتفاقا در اون کتاب جامعه شناسی اعدام که امیدوارم منتشر بشه موردی رو که ذکر کردم همین هست، که کتابی است به اسم کریمینال جاستیک مال دنیس هافمن، که حتی کتاب ما سالها پیش هم دو نفری ترجمهش کردیم. این کتاب اشاره میکنه که در امریکا در یک دوره 400 حکم اعدام اشتباهی صادر شد. در کشوری که حضور هیئت منصفه اجباری است، الزامی است، و اتفاقا هیئت منصفه‌ش هم نسبت به همه جای دنیا خیلی مترقی تره، یعنی تمام شهروندان بالقوه عضو هیئت منصفه، با این حال 400 حکم اعدام اشتباهی صادر شده. و بعد یک نمونه هایی هم به نقل از همین نشریات منتشر شده خودمون آوردم که در ایران هم چندی مورد اعدام های اشتباهی صورت گرفته یا حکم اعدامی صادر شده قبل از اجرا در آیت الله منتظری در
یکی از روایاتی که بسیار بهش استناد میکردن همین بود که میگفتن که در روایت هست که اگر 99 تا گناهکار آزاد بشن بهتر از این است که یک بیگناه مجازات بشه. جالبه که این چیز که تو رو منتظر به عنوان حدیث یا روایتی در بحث‌های فقهیشون بهش استناد میکردن، این در امریکا ضرب المثله. شاید یه ریشه یا آبش خورداره، من نمیدونم چطور انقدر شباهت پیدا کرده، ولی به هر حال یک چنین پیشینه ای هم در روایات ما و استنادات فقهی ما هست که بله، چون اشتباه ممکنه و اتفاقا اون گروه از فقهای سنتی که میگن اجرای حدود و قصاص در صلاحیت بشر نیست، میگن چون بشر معصوم نیست، چون بشر ممکنه خطا کنه، بنابراین صلاحیت این که در مورد جان آدمی تصمیم بگیره نداره. پس این هم نشون دهنده اینه که چنین تفکری در سنت فکری و فقهی ما سابقه داره. خیلی ممنونم جناب باقی عزیز از اینکه وقت خودتون رو اختصاص دادید به انجمن حقوق شناسی. بحث بسیار دقیق و حساسی است و خیلی خوشحالیم که از ابعاد مختلف به اون پرداختید. من اشاره کنم با اجازه شما به برنامه فردا که در خدمت جناب آقای دکتر محمد محمدی گرگانی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با موضوع بررسی اصل تساوی حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فردا رأس ساعت 20 این برنامه رو خواهیم داشت به عنوان 28 برنامه. البته با توجه به مشکلی که امروز پیش اومده، نمیدونیم که بتونیم تا فردا این مشکل بلاک شدن انجمن حقوق شناسی رو در قسمت لایو حل بکنیم یا خیر. اگر حل شد که چه بهتر، اگر نشد مجدداً با اطلاع رسانی های قبلی از طریق همین صفحه ما دنبال خواهیم کرد، تحمورس اندرلاین بی دنبال خواهیم کرد برنامه فردا رو و انشاءالله که فردا هم یه پیام هم به شما داره. میگم یه پیام هم داره، پیامش اینه که فکر نکنید که اگر مثلا تو دانشگاه جاهای دیگه نیاز به مجوز داره و ما مجوز نمیدیم، کوچ کنید به فضای مجازی، اینجا میتونید برنامه داشته باشید، اینجا هم ما میتونیم مجوز ندیم، بلاک بکنیم. این پیام هم باید بگیرید شما. البته این لغو مجوز از سوی اون بر مرزها بوده جناب باقی و از اپلیکیشن اینستاگرام بوده که ظاهرا اونجا هم همچین مباحثی دیده میشه. من با توجه به اینکه وقت ضیق هست، وقت رو در لحظات پایانی در اختیار جناب عالی قرار میدم. اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هست. خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدید، از آقای دکتر تحمس بشیریه که باعث و بانی بودن، و از همه عزیزانی که وقت گرانبهاشون رو گذاشتن این بحث رو شنیدن. و حیف که چهره به چهره نبود که ما بتونیم از عزیزان استفاده بکنیم و فرمایشاتشون رو مستقیم بشنویم، ولی به هر حال امکان ارتباطات هست و من بهره مند میشم از نظرات دوستان که به هر طریقی برسه. التماس دعا دارم از همتون. خیلی ممنونم. امیدواریم که به سرعت این مرحله کرونا رو پشت سر بگذاریم و این جلسات حضوریمون رو آغاز کنیم که قطعا لطف خاص خودش رو داره. من مجددا تاکید کنم که برنامه امشب ضبط خواهد شد و در واقع ذخیره خواهد شد، هم در کانال تلگرامی انجمن حقوق شناسی و هم به صورت آی جی تی وی در صفحه انجمن حقوق شناسی منتشر خواهد شد. دوستان عزیز، ممنون از این که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید در آخر هفته و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.